بله، همین که ارتباط مستقیم ما برقرار شده با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. ایلیا، از پیشروی نیروهای عراقی در غرب موصل چه جزئیاتی میدونی؟ بله پیام، نیروهای عراقی در حقیقت نیروهای پلیس فدرال عراق تونستن به 300 متری مناطق قدیمی غرب موصل نفوذ کنند. پیشروی مهمی هست در این مناطق. البته باید این نکته یادآور بشم که نیروهای عراقی در چند محور دارن عملیات خودش رو انجام میدن. الان درگیری های عمده در بخش قدیمی شهر موصل هست. اصلی همطور که در گزارشتون اشاره شد، نیروهای واکنش سریع ارتش عراق تونستن مجتمع دولتی رو به کنترل خودشون در بیارن، مجتمعی که شامل استانداری، شورای اداری استان، دادگستری و همچنین اداره مرکزی آب و فاضلاب میشه. ساختمان دادگستری همون ساختمانی هست که بارها در تصاویر مختلف نشون داده شد. داعش اونهایی رو که محکوم به مرگ کرده از بالای اون ساختمان پرتاب میکنه. در محور جنوبی نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق تونستن پیشروی مهمی رو در منطقه اسمود داشته باشن. این منطقه رو کامل پاکسازی کردن از حضور شهید نظامیان و پیشروی خودشون رو به محله النصر ادامه میدن. بخش محله النصر، درگیری های شدیدی در منطقه النصر در جریان هست. و چه ملاحظات امنیتی وجود داره؟ به نظر میرسه که این روند پیشروی ها خیلی کند و آهسته هستش. پیام، چند مسئله وجود داره توی مسئله پیشروی ها. یکی، موانعی که شبه نظامیان ایجاد کردن، حملات انتحاری، خودروهای بمبگذاری شده، نیمگذاری ها، خانه هایی که خودشون بمبگذاری شده بودن، همه اینها مانعی هستند در برابر پیشروی نیروهای عراقی. به علاوه تکتیر اندازهایی که در مناطق مختلف کار گذاشتن، از بعضی از خانه ها به سمت نیروهای عراقی شلیک میشه و باعث تلفات اونها میشه. اما مسئله دوم، حضور غیر نظامیان هست. در بسیاری مناطق نیروهای عراقی منع شدن از استفاده از اسلحه سنگین، از توپخانه، و فقط بعضی از مناطقی که به گفته اونها مشخص هست برای شبه نظامیان توسط جنگنده ها بمبارون میشه برای حمایت از غیر نظامیان. البته خب غیر نظامیان هم آسیب های زیادی دیدن. در به موضوع غیر نظامیان اشاره کردی، در مورد آوارگان نبرد موصل چه جزئیاتی میدونی با توجه به اینکه حیدر العبادی نخست وزیر عراق هم امروز دیداری از موصل داشته؟ ماجرای غیر نظامیان، ببخشید، ماجرای غیر نظامیان دو نوع برخورد داره باهاشون میشه. یکی، بعضی ها که در اونجا موندن و محل های خودشون، خانه های خودشون ترک نکردن، امروز بعضی از کاروان های امدادرسانی بهشون رسید و سبد های مواد غذایی ارائه شد، اگرچه آب و برق قطع است و داروی وجود نداره در شهر. اما شمار زیاد و بی سابقه امروز فرار از موصل رو شروع کردن. تصاویری هست که شماره 20 سابقه نشون بده، این واقعا این احتمال رو به وجود آورده که ممکن شماره آوارگان موصل به حدود 400 هزار نفر برسه. ممنون از تو ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که از امارات متحده عربی با ما بود.